به خاطر رعایت محدودیت های کرونایی شب تحویل سال نو میلادی به جای یک میلیون نفر حدود 100 میهمان دعوتی از پزشک و پرستار گرفته تا کارکنان سوپرمارکت‌ها ها و رانندگان حمل و نقل شهری خواهند توانست حضوری شاهد مراسم فرو افتادن گوی بلورین در مرکز نیویورک باشند در اینجا متخصصان فنی بلورسازی و واترفورد ایالت رودایلند دارند طرح جدید آن را در محل همیشگی که چهارراه دنیا لقب دارد نصب میکنند. از دعوت شدگان در فضاهای جداگانه با رایت فاصله اجتماعی پذیرایی خواهد شد صدها میلیون تماشاگر تلویزیون اما می توانند مراسم تحویل سال نو و فرو افتادن گوی بلورین رو که با موسیقی و رقص همراه است در تلویزیون تماشا کنند گوی بلورین 4 متری پوشیده از 2000 قطعه مثلث بلوری به تعبیر سازندگانش به شهری که در سالی پرمشقت بیش از 25 هزار جان باخته کرونایی را به خاک سپرده نور امید می پاشد با 32 هزار چراغ الکترونیک که امسال طرح جدید هدیه شادی متشکل از برش های درخشان هم به اون اضافه شده This is an any year. جفری ستراوس رئیس محسسه برگزار کننده مراسم شمارش مکوس سال تحویل در میدان تایم نیویورک میگوید هرچند شماره، شمار کمتری امسال حضور خواهند داشت ولی سنت همان است همچنان همراه با مردم سراسر دنیا شاهد فرو افتادن گوی بلورین اهدایی بلورسازی راترفورد خواهیم بود با امید به شادی بیشتر در سال 2021 که سخت به اون نیاز داریم